Омилҳои табии восита беҳтарини ҳифзи саломатии кӯдаконанд. Яке аз онҳо ин сайругашт дар ҳавои тоза мебошад. Табибон бар он ақидаанд, ки аллакай баъд аз 2-3 рӯзи аз таваллудхона баромадан, модарон бояд кӯшиш намоянд, бо тивл дар вақтҳои муайян дар ҳавои тоза сайругашт кунанд. Аммо аз чӣ бошад, баъзеҳо ин амалро дар фасли зимистон қатъ мекунанд. Махсусан кӯдакони аз 6 моҳа поёнро қариб ки аз ин воситаи обутобдиҳии бадан дар айёми сардиҳо маҳрум месозанд. بسیاری از پدر مادران بر عقیده هستند که در فصلهای سرد زمستان کودک را با سیرگاش برآوردن آنقدر درست نیست و آنها میترسند که کودک را گرفتار این یا اون بیماری ویروسی که در فصل زمستان زیاد میشوند میترسند که کودک را گرفتار این بیماری مینمایند لیکن عقیده خطا باشد کودک را در همه فصل سال باید که ما با هوای تازه تامین نمویم و سیرگاش چی کودک رو در حتی فصل های زمستان هم قطع کردن این عقیده نادرست می باشد. اگر والدین اهمیت داده باشند وقتی کودک مدتی دور و دراز در حجره نگاه داشته می شود و اینجیق و کم خوب می گردد. هنگامی هوای خونه رو عوض نمودن یعنی کشودنی در و تریزه ها باشد این گونه کودکان آروم شده زودتر خوب می روند. این از اون سبب است که به معنی سری اونها اکسیژن نمی رسد. ولی عوض نمودن هوای خونه برای ارگانیسم کودکان رو پورا با این گاز تامین نمودن کافی نیست. طرزی که می دونیم وقتی کودک در خونه نگاه داشته می شود بود و هوای خونه به تدریج در دوام روز از حساب گاز اکسیژن که برای انکشاف کودک ضرور است و برای نفس گیریش و برای کاری عضوهای داخلی بیاد رول کلام بازی میکند کیسلرود هوای خونه کم می شود برای همین به طور الهی ما کودکان را باید در دوام روز با کوچه برآورده در هوای تازه سیرگاش کنیم با کسی پوشیده نیست که نورهای شفا بخش آفتاب به تن راحت و به ارگانیزم قوت می بخشند. اینچنین آفتاب قابلیت برطرف نمودن بعضی بیماری ها را نیز دارد. مثلا یکی از راه های تبوبت رخید در کودکان این سیرگش در هوای آفتابی است. ولی بسیاری ها بر آن عقیده اند که آفتاب تنها در فصل تابستان خصوصیت شفا بخشی دارد. در زمستان باشد این قابلیتش را گم می کند. برای حاصل شدن ویتامین D در پوست آدم طرزی که علم اثبات کرده است نه گرمی بلها گرمی نورهای آفتاب بلکی نورهای اولترابنفش که در ترکیب نورهای آفتاب هستند همین ها رول بازی میکنند وقتی که نور اولترابنفش به پوست روی کودکان میرسد در این حالت ریاکسیای شیمیایی در ترکیب پوست کودک میگذارد که با این واسطه ویتامین D در نجه مبادله موده دیگر شوی مبادله موده در پوست بدن در زیر تاثیر نورهای اولترابنفش آفتاب ویتامین D حاصل می شود این چنین همین را قید کردن است که فقط اگر کودک مثلا گیریم در فصل زمستان وقتی که در هوای تازه سیرگاش میکنن بسیار مادران هستن که روی کودک رو میپوشونن که این نادرست است خیلی اگر هوا بسیار سرد باشد دهان و بینی کودک رو پوشوندن لازم که هوای خنک رو نفس نگیرد و فقط با همون نور افتو وقتی که اقلا با پوست روی کودک تاثیر میکنن همین مساحت پوست رو کافی است که در دوام 10 دقیقه اگر نور افتو با پوست روی کودک رسد همین کافی است که طلبات شبانه روزی ارگانیزم کودک با ویتامین D تامین گردد. اساس سلامتی کودکان و عموماً انسانیت از مستحکمی مسئولیت بدن وابسته است. یعنی هر قدر مسئولیت با قوت باشد، مقابلیت او با برانگیزنده ها همون قدر زیادتر می شود. بنابراین هم توصیه اولین همه طبیب این است که پیش از همه ارگانیزم کودکان رو از ویتامین و مینرال ها بایگردونند. همزمان سیرگش در طبیعت نیز به این کار مساعدت می کند. خودی هوای تازه که از اکسیژن بوی می باشد
این تمام بافتهای ارگانیسم آدم رو تامین یابیشون رو با گاز اکسیژن زیاد میگرند و در این حالت بالانسوی مسئولیت ارگانیسم کودک ایمونیتت میگیم همین چیز دسترس میگردد در فصل گرم ما نیمه اولی روز رو انتخاب میکنیم که کودکان در سیر هوا بوده و تازه سیرگاش نمودن لیکن در فصل زمستان برعکس این کار رو نمودن لازم است چون که نیمه اولی روز خود به خود اگر هم تو فکر کنیم هوا نسبتا سرد است و کمتر نسبت در نیمه دوم روز گیریم وقتی که افتاب به حد افق بلند میگردد این از علم گیوگرافی معلوم است نور افکنی نسبت زمین در سطح روز به طرز پرپندیکولاری جو میگیرد و خود نورهای افتاب بیشتر نورهای اولتراویولت بیشتر به سطح زمین میرسد و به ارگانیسم آدم بیشتر تاثیر مثبت و منفی بخش خود رو میرساند. از اخیرهای ماه نویبر تا نیمه دوم ماه مارس ایام سردی هست. در این دوره نه همیشه به ما میسر میگردد که طفل خود رو به هوای تازه براریم. یعنی هستند روزهایی که برف و بارون میبارند یا شمالی سخت است و حرارت هوا نهایت پست است. در چنین روزها طبیعی است که به بیرون برآوردن طفلکان توصیه داده نمیشود. ولی چی باید کرد اگر چنین وضعی نو متعدل هوا هفته ها دوام کند؟ طبیبان توصیه میدهند که در چنین روزها بهتر است اگر کودک وقتی زیادتر نه در داخل حجره بلکه در ایوان گذراند. میشد حالت هایی که کودک رو برای سیر و گشت برآوردن غیر امکان است. مثلا روز هایی که برف میبارد یا بارشات زیاد است این کودک رو در این روزها نیز از سیر و گشت در هوای تازه محروم نمودن من لازم نیست. میتوانیم کودک رو با ایوان با بالکن ها برآوریم. در این حالت پرده ها رو کشوده مونده تریزو پوشیده و از قبط شیشه روشنی طبیعی افتاب که در دوروی اسمایی منفیت بخشی نوروی افتاب هستن از قبط شیشه تریزه ایوان گذاشته با ارگانیسم کودک تاثیر مثبت خود رو میرساند و معلوم است که در ایوان نسبت داخل خانه گیریم اگر داخل خانه کسلارات اکسیژنی که در ترکیب آواز زیادتر از بایتر است. چطوری گفتیم شماره روزهای افتابی در فصل زمستان کماند و ما نمیتوانیم هر وقت کودک رو به سیر و گشت براریم. ولی باز میشوند حالتهایی که هوا برای گشت و گذار نهایت موافق است ولی ما وقت نداریم. باید در خانه یکان کاری مهمی رو به انجام رسانیم. در چنین حالتها طبیبان مصلحت میدهند که از ونههای افتابی استفاده کنیم. وقتی که در نیمه دوم روز اگر طرف افتاب برا با داخل خانه از تریزه باشد نورهای افتاب بی‌واسطه با داخل خانه میافتند با داخل خانه در این دوره ما میتونیم خانه رو گرم حرارت خانه نه کم نه پستر از 24-26 درجه باشد حرارت خانه این رو با واسطه حرارت سنج های داخل خانه که فهمیدن ممکن است هوای خانه رو معتدل کردن گرمیش رو به اندازه نه کمتر از 24-26 درجه رسونده در و تریزه رو پوشیده فقط پرده رو کشوده کودک رو عموما از لباس پرپیچ آزاد نمودن در کار و در زیر تاثیر بی وسه روشنایی که از تریزه به داخل خانه وارد میشد کودک رو نگاه داشتن لازم است. همین رو میگم ونهای هوایی در این حالت ها نورهای اولترابنفش افتابی که به وسه تریزه به خانه وارد میشوند بیشتر نه فقط با پوستی رو بلکه عموما با پوستی بدن کودک تاثیر مثبت منفیت بخش خود رو میرسونند. با کسی پوشیده نیست که در فصل زمستان شماره برانگیزنده هایی که بیماری های راههای نفس رو به میان میآورند زیادند. یعنی این گونه میکروارگانیسم ها اصلا در هوای سرد انکشاف مییابند. بنابراین هم به خاطر پیشگیری نمودن شمالخوری راههای نفس مادران میتوانند پیش از به سیر و گشت برآمدن از این توصیه ها استفاده کنند. هم تو آبی جوشماده خنو کرده شده رو یک قطرگی در بینی ها چکنده بعد یک 5 دقیقه کوچه برادن لازم است. این یک با بینی کودک گویم گردی اطراف سرخی های بینی مولیدن یکان نمودی روغن و روغن های وزیلین حتی از ملهم های زیدی ویروسی مولیدن از فویده خالی نیست. این ملهم ها خصوصیت زیدی ویروسی داشته وقتی که کودک هوا رو نفس میگیرد و ویروس در ترکیب هوای نفس میگیرستگی باشد با این ملهمو ویروس رو نیست میکنند و کودک رو پیش روی بیمارشویشون رو میگیرند. اینچنین مادران باید دانند که همه گروه کودکان رو پیش از به کوچه برآوردن اول در خانه کمی به هوای بیرون مطابق نمودن لازم است. یعنی یک و یک بوره از داخل حجره گرم و بیرونی سرد برآمدن بعضا میتواند سببگر شمالخوری کودکان گردد.
кудак ро пеш аз оне ки ба сайру гаш бароем, бояд умуман аз либосое ки дар бадани кудак аст, умуман озод луч кардан дар кур. Баъд аз ин умуман либосе ки дар хона дошт, ин либосоро ба дигар тараф монда, либосое ки барои сайру гаш дар ҳавои кӯча мутобиқ ҳастанд, ин либосоро пушонанд кур. Кудакони ҳастанд ки умуман падару модарашон аз ин чизо бехабар буданду кӯдакро масалан гӯяки 6 моҳ, 7 моҳ, 10 моҳ ягон бор дар давраи сардӣ ба берун баровардагӣ нестанд. Ин барои ин кӯдакон рӯзи аввал муддати 5 дақиқа, рӯз дуюм 10-15 дақиқа, оҳиста оҳиста ҳар рӯз ба муддати 10-15 дақиқа зиёд карда то 1.5-2 соат кӯдакро дар кӯча баровардан мумкин аст. инҷуни ба либоси кӯдак низ аҳамият додан лозим аст. Табиист ки ҳангоми дар ин фасл ба кӯча баромадан либоси ғавс ба бар намудан дар кор аст. махсусан кӯдакон бояд аз сардӣ хуб муҳофизат шуда бошанд. алал хусус пушидани калапуш ва дастпушакҳоро фаромӯш насозед. инҷуни бояд аҳамият дод ки либоси тарпуши кӯдак ҳатман аз матои пахтагин бошад. умуман либосҳои синтетикиро ҳаракат кардан дар кор ки умуман ба кӯдак напушонем. ва махсусан либосҳои зертпуш мегӯянд. парпечҳо, либосҳои зерпуш, ҳама инҳо бояд пахтагӣ бошанд, сабук бошанд. бисёр падару модарон дар ақида ҳастанд ки либос чӣ қадар танг бошад, чӣ қадар ғалс бошад, ҳам қадар навд. не, балки либос то ҳадди имкон бояд васеъ бошад. ин якумаш ки либоси танг кӯдакро зер мекунад, нафасгирӣ, чуқур нафасгирии кӯдакро халалдор мерасонад. а кӯдак бояд озодона чуқур нафас гирифта тавонад. либосро якчанд қабат пушонан лозим аст. масалан гирем баъди зерпуш боз як ду қабат то се қабат либоси дигар пушонан мумкин. вақте калапуши кӯдакро мепушонанд, калапуш бояд дуто бошад. якумаш аз пахта пахтагин бошад, пушонда аз боло ва калапуши метавонанд ки пашмин пушонанд. баъди масалан гирем кӯдакро вақте ки либосоешро пушонем, пайпоқҳои пахтагӣ дар пойҳо пушондан дар кор ва аз болои пайпоқҳои пахтагӣ пайпоқи пашминро пушондан хуб аст. албатта дастпушакҳо бояд бошанд. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки сайругаш дар ҳавои сард низ мисли фасли тобистон ба организм фоидаовар буда, мо набояд дар ин аём фарзанди худро дар чор девори хона нигоҳ дорем. вале инҷо як чизи дигарро қайд кардан зарур аст ки ҳангоми бемор будани кӯдак модарон бояд аз сайругашт худдорӣ намоянд. дар давраи ки кӯдак ба ягон беморӣ гирифтор мешавад, масалан гирем грипп, зуком, дигар бемориҳои сироатии шадиди роҳҳои нафас, ин як давраи мебошад ки иммунитети кӯдак, масъунияти кӯдак паст мегардад, сатҳи масъунияти кӯдак паст мегардад, хавфи пайдошавии оризаҳо дар чунин кӯдакон зиёдтар аст. вақте ки мисалан гӯем кӯдак бемор аст, мо ӯро боз ба ҳавои сардтар, мисол сард ба ҳавои кӯча мебарем, кӯдак метавонад гирифтори ин ё он ориза гардад. барои ҳамин беҳтар мебуд ки кӯдакро дар рӯзҳои аввали беморӣ ва махсусан дар рӯзҳое ки кӯдак ҳарорати баланд дорад, дар ин рӯзҳо мо бояд камтар худдорӣ намоем, кӯдакро ба кӯча набарорем. ҳифз намудани саломатии кӯдакон қарзи ҳар як волидайн аст. пас кӯшиш намоед дар ҳама фасли сол фарзандатон солим бошаду бо хандаҳои беғашаш ҳаётатонро саршор аз хушбахтӣ гардонад.